درود فراوان پوران پور هستم قسمت دیگر از بهداشت روان در آیا تیوی امروز بحث جالبی داریم در مورد آبرو حراسی و مقوله آبرو و ارتباط اون با بروز عوارز بیماری های روانی حالا شاید فکر کنیم که یعنی چی؟ چرا آبرو باعث بروز عوارز بیماری های روانی میشه؟ در مورد صحبت میکنیم من تا به حال چندین فرصت داشتم که در مورد مقوله آبرو و ارت... آبرو حراسی توی مراکز مختلفی صحبت بکنم و ارتباط مثلا مقوله آبرو حراسی با مشکلات روانی حالا مشکلات روانی که از اون صحبت میکنیم چیه من بحثم روی افسردگی هستش بیماری افسردگی استراب حراس حراس از مسائل اجتماعی حراس اجتماعی در حقیقت وسواس ها و تیف های گوناگون اختلالات عاطفی چرا این بحث مهمه به دید من آبرو حراسی ایجاد درد و رنج میکنه و اونجایی که انسان نیازمند ابراز وجود هستش نیازمند بیان کردن عواطف و شرایط خودش هستش فرد به طرف ترس از بیان عواطف و شرایط میره و تو درون خودش میمونه در جایی که خجالت آبرو در شرایطی گاهی اوقات باعث حفظ احترام حدودهای مرزی و کمک به انتخاب قانون میشه و گاهی اوقات این یه محافظتی از خود هستش که ما نیاز داریم بکنیم برای حفظ شرمی در حقش بحث شرم و حیا بحث قشنگی هستش داشتن این که یه محدوده های ما داریم همه چیز رو همه جا نمیتونیم بیان بکنیم و خودمون رو همه جا نمیتونیم به هر صورتی نشون بدیم اینها بحث های مهمی هستش اینا خوبه قسمت های خوبه با مسئله آبرو هستش حالا آبرو در کلمه انگلیسی به عنوان استیگما تعریف میشه ولی اصلا وقتی که نگاه میکنیم به مقوله استیگما و تمام تحقیقاتی روی مسئله استیگما وجود داره اصلا هیچ جا ارتباطی پیدا نمیکنه با بحث آبرو که تو فرهنگ ما ایرانیان اینقدر بحث عمیقی هستش در حقیقت فرق بین آبرو و خجالت رو اگر بخوایم بگیم خجالت یک حس طبیست که انسان در از یه سری در حقت رفتارها و ابراز عواطف جلو خودداری میکنه به خاطر اینکه خودش رو شاید توانا نمیبینه ولی آبرو خیلی عمیق تره آبرو میره به اون جایی که یه جورایی باعث پنهانکاری میشه باعث دروغگویی میشه باعث قضاوت منفی از خود میشه آبرو یک دیدی است که ما داریم در حقیقت آب رو ما میخوایم که رومون رو همیشه به صورت شفاف و خوب نشون بدیم به به جلوی دیگران ولی درونمون ممکن درون زخمی و به صورت دردیده ای باشه ما رفتارهایی میکنیم که رفتارهای بسیار ظاهری است و میخوایم ظاهر قضیه رو خوب نگه داریم به خاطر اینکه ترس از آبرو داریم و در حقیقت این آب روی ما نباید ریخته بشه یا اینکه کدر بشه و ظاهر قضیه رو مهم میکنیم چون که یه جورایی دیگران بیان در مورد ما هایی بکنن که ما همیشه انگار نیازمندش هستیم ما در حقیقت با آبرو حراسی خودمون رو سانسور میکنیم تو این سانسور چه اتفاق میفته نیازهای خود و خانواده دیده نمیشه و نیازهای دیگران مهم میشه و وقتی که نیازهای دیگران مهم میشه فکر منفی و استراب و ترس و اینها به وجود میاد و فرد میره به طرف ایزوله شدن و دور شدن از امکانات اجتماعی من خانواده های بسیاری دیدم تو این سالهای کار تخصصی و رواندرمانی درمانی که برای من بیان میکنن که از ترس آبرو پیش پزشک نرفتن پیش روان پزشک نرفتن و بیماری های خودشون رو بیماری های روانی خودشون رو خیلی پوشیده نگه داشتن از ترس اینکه مردم بگن و این فرد روانی هستش دقت بکنید کلمه روانی رو که ما به عنوان فوش استفاده میکنیم در حقیقت ما هممون یک روانی داریم روان ما تشکیل شده از فکر مجموعه فکر و رو احساسات و رفتارهامون و چیز بدی نیست ما هممون اگر اینطور باشه پس بعد روانی باشیم ما روان داریم ما فکر داریم ما حس احساس داریم ما اینا خصوصت های عادیمونه که داریم و اشکالی نداره ولی بیماری های روانی یعنی چی؟ یعنی که ما تو احساسات و روابطمون گیر میکنیم و آبرویی که ما میترسیم بره باعث میشه که بدتر ما تو اون سیاهچالی که هستیم توش گیر بکنیم و مشکل بیشتر میشه وقتی که افرادی که تو خشونت افرادی که ابیوز شدن آزار اذیت های بخصوص جنسی شدن آزار اذیت های فیزیکی یا روانی شدن و میشن و ترس آبوس بیرون نمیرن و اصلا شاید خب توی شرایطی کسی گوش نمیکنه لااقل من در مورد جامعه کانادا صحبت میکنم که اینجا این بحث آبرو خیلی شناخته شده است اگر دید استیگما نگاه بکنیم میشه فهمید که بله فرد نگران هستش از اینکه شکل ظاهر قضیه رو از دست بده دیگران روش قضاوت بد بکنن ولی واقعا قضاوت بدی هم وجود نداره خوشونت به وجود میاد ناراحتی به وجود میاد و فرد میتونه کمک بگیره ولی تو جوامع دیگه ای که یه مقدار بحث تر هست محیط و متاسفانه فرهنگ مقصر شناختن خود فرد وجود داره کسی که بیاد بگه من به هم تجاوز شده یا آزار اذیت جنسی دیدم خود فرد رو زیر سال میبرن خب معلومه فرد صحبتی نمی کند ترس آبرو رو از ترس اینکه مورد قضاوت قرار بگیره پس اگر ظلم و اذیت و آزار رو کنار بگذاریم در موارد دیگه ترس از آبرو رو میشه اینجوری کمک کرد به خودمون در حقیقت کمک بکنیم که درک بکنیم این مسئله منه اگر ما هر گونه بیماری و فیزیکی داریم ناراحتی داریم خب پیش پزشک میریم میریم کمک میگیریم و اون رو خیلی هم با شاید با واسه همه تعریف میکنیم ولی من ناراحتی روحی روانی که داریم صداشو در نمیاریم و حتی از اینکه میخوایم بریم پیش پزشک روان پزشک میترسیم و اون وقت حتی من خیلی افراد میان پیشم میگن او اگه ما بیایم پیش شما صحبت بکنیم شما جایی ثبت میکنی اطلاعات ما رو میدی بیرون نه اصلا اینجوری نیستش ما طبق کدهای اخلاقی بردهای تخصصیمون هستیم و حفظ هویت و تمامیت فرد وظیفه اصلی ماست در نتیجه اینجا میشه نگاه کرد که آبروحراسی به ضد ما تبدیل میشه اگر ما میترسیم و همش نگران هستیم و بیرون نمیریم کمک نمیگیریم خب خودمون رو داریم بیشتر اذیت آزار میکنیم و البته نگاه بکنیم ببینیم تعریف آبرو تو جامعه ما چیه و جوامع دیگه چیه تو این آمریکای شمالی نگاه بکنید مسئله اذیت آزار کودک دست زدن به کسی آزارهای جنسی یه موضوعی که بی آبروی حساب میشه و خب در حقیقت مجازات براش وجود داره و میبینین که قضیه رو میارن بیرون راجبش صحبت میکنن ولی خب تو جوامع ما افراد ظلم رو جرم رو ناراحتی رو باید تحمل بکنن و صداشون در چون که اگر بگن بی آبروی حساب میشه پس ما کجای این قضیه هستیم یه خورده شاید نیاز داریم که بیشتر نگاه بکنیم کجا زندگی میکنیم و اینکه حق و ما کجا هستش حالا هر کجای دنیا که زندگی میکنیم فرق نمیکنه ولی دید ما ترس و حراس ما از اینکه من فاش بشم مسائل من فاش بشه چگونه هستش اینجا هم ترس زیادی وجود داره از اینکه بیان به عنوان روانی کسی اونها رو بخواد خطاب بکنه ولی خب چجوری باش برخورد میشه خیلی عادی که بله نه مسئله اینه که شما یه بیماری داری و حالا این بیماری باید درمان بشه در حقیقت قضاوتی اینجا وجود نداره ولی اون نوعی که ما تو فرهنگ خودمون قضاوت میکنیم افراد رو خب اون خیلی سخت میشه مشخصا مثالی که میخوام بزنم فیلم برادرم خسرو رو اگر دیده باشین میبینیم که این فرد چگونه مورد قضاوت قرار میگه و چگونه حق و حقوقش از بین میره خب این یه دونه فیلمه ولی ما شرایط بسیار زیادی داریم که افراد به خاطر شرایطی که دارن درک نمیشن کمکی بهشون نمیشه مقصر شناخته میشن انگ بهشون میزنن و در حقیقت اینها از ترس آبرو خانواده از ترس آبرو کمک نمیگیرن و در حقیقت زندگی ها زیر سوال میره و درست نیستش چی کار بکنیم؟ یه مقدار نگاه بکنیم ببینیم که چق... چگونه میتونیم ابراز وجود بکنیم و چی بی آبرویه؟ آبرو یعنی چی برای ما؟ دروغ گفتن آیا بی نیستش؟ چرا هستش؟ نمیدونم خیانت کردن ظلم کردن اینها باید بیا بروی باشه اگر حق کسی رو خوردن به روابط ناسالم درست کردن اینهاست که بیا روی هستش ولی ابراز وجود کردن حق و نظر خود رو بیان کردن و وجود داشتن اینها بیا روی نیستش اینها سالم اینها یه سری مشخصاتی هستش که مرتبط با خودشناسی و حق و حقوق فردی